اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین برو به من و به حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار سباب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تکذیب و توربین به تاریخ هزار ساله ما می نویسم از برومم از سقوط هفت هزار سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم چه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم یک باد می ناب بزن در این بهاران ای یار فردا همه مهر است و ترنم همه تن‌نازی و همه تن‌نازی و دلبازی و آزادی و آزادی برخیز از این زنان آموز مردک ای لچک به سر برخیز از دخت عزیز و رعنات بیاموز بیاموز که فردا چیست جهان نو چیست 20 سال دیگه چی هستیم ما 30 سال دیگه چی هستیم ما در خواب و خرافه و ترس 2402 سال
موندیم و همه رو نگه داشتیم. حالا این دختران سلحشور ایران نمیذارن، پروانه نمیدن، همه جا رو به هم ریختن، همه جا رو شلوغ کردن. کی میاد دیگه به ساز این عرازل و اوباش برقصه؟ به ساز خودشون میرقصن. حتی تو مترو، تو مسجد، تو امامزاده، تو حرم امام رضا رقصیدن، برای من فیلم فرستادن. اما چون صورتشون دیده میشه، اونها شجاعتشو دارن فرستادن، گفتن اوستا پخشش کن. اما من پخشش نمی کنم، فقط بهتون خبر میدم روزی که زیاد 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 بشه پخشش میکنیم یا چهرهاتون دیده نشه. مترو به هم ریخته. کی ریخته؟ دختر ایرونی. واقع این عرازل و اوباش همچنان جمع شدن اینور و اونور با یکی زن و بچه خودشون لخت و پاتی، اشکالی نداره، تو خارج دارن میگردن. زن و دختر آریایی ما رو میخوان لچک حفاظت از گرد و غبار صحرای تازیان رو سرش کنن. بابا صد باره گفتیم، ها پخش کردیم، ربطی به دین، ایمون، خدا، پیغمبرتونم نداره. میخوان بگن که شما، یعنی ما، مردمی هستیم مطیع، همار، هرچی بارمون کنن ای مزخرف میگن. آقا به خر توهین نکن. نه بدبخت، خر یعنی کسی که هرچی بارش میکنن راه میره، جفتک نمیزنه، بار از رو دوشش نمیندازه پایین. جفتک باید بزنید. دیدید خرهایی که جفتک میزنن؟ چند بار براتون پخش کردم، خره جفتک میزنه، حتی خره لگد میزنه به اوساش. شما را هر چی بارتون میکنن میرین، بعد دخترها، بچه ها، پسرها، نسل نو، نسل جوان رو قربانی میشن. شما همون سر جاتون تمرگیدید، 1402 سال تمرگیدید، هنوز میترسید حرف کیان پور فلک رو بزنید و تکرار کنید، هنوز میترسید کلاه اون کلاه به سرش رو با فر و هر منتشر کنید، هنوز میترسید عکس و اسم رضا رهنورد رو که میارید از وصیتش پای چوبه دار بگید. بدبختا، بدبختا وصیت بابک خرمدین ها رو نگفتید، حالا هم دارید رهنورد ها رو سانسور میکنید. بیچاره ها، به جوانان بیاندیشید و از جوانان تبعیت کنید، سلحشوری و دلیری رو از اینها بیاموزید. و امروز شوخی نیست، هرچی رژیم ازش میترسه، هرچی رو این رژیم پلید ازش ترسید به لرز افتاد، همون رو بزنید تو سرش. امروز از زیبایی نشان دادن زن میترسه، نشان بدید. از رقصیدن و بوسه میترسه، حیات زندگیست، زندگیست، شادی زندگیست، زیبایی زندگیست، مثبت بودن زندگیست. اونا زندگی را از ما گرفتن، زندگی را از ما گرفتن. این الدنگایی که میشنن این مرور آخانم رو سریت سرت کن تا به تو سرویس دادن رو، شجاعت داشته باشید بزنید تو گوشش، پنج نفر شش نفر بزنید، کلانتری هم ببرنتون، کتک زدن یک آدم چند روز زندانش، چند ماه بود میرید به درک. ایران، بچه هاتون، فرزندانتون، شخصیت خودتون، اون مملکتتون با 7700 سال تمدن شهریگری، تمدن شهریگری، بزنید این ارلنگ ها رو. شما هستی؟ من از این خدمات بهتون بدنم رو سرتون بپوشیدن. ممنون که پوششتون هم رعایت کردین. به سلام. ممنونم که وجابت رعایت میکنید. باید آره سرتون رو بپوشید، من بهتون خدمات بهتون بدم. سپاس. خواهش
خواهش میکنم. ممنون از اینکه اجازه دادین رعایت کردین. سال خوبی داشته باشید. خانم کی سرتون رو برم خدمات حتما؟ چی رو سری؟ نه کلا از خواهرتون از یکی بگیرید رو سرتون رو سرس بوشی تو خدمات بدم. بعد میگن اینا از حیوان بدترن، حیوان فلان حیوان. نه آقا، اون حیوان که حیوانه، چه حیوان خانگی بهش میگن چه حیوان خانگی نباشه، مزرعه ای باشه، حیوان جنگلی باشه، به خدا حیوانات خیلی شعور دارن، خیلی احساس دارن، خیلی ناز دارن، خیلی ماهند حیوانات. این جیلبر ما، آقا جیلبر، باور نکردنیست شعورش، باور نکردنیست. همه حیوان همجورن، ما تحویلشون نمیگیریم. حیوان رو ما تحویل نمیگیریم، همچنان که بچه کوچیک خودمون رو تحویل نمیگیریم، همچنان که فرزندمون 12-14 سال شده تحویلش نمیگیریم، به حرفش گوش نمیگیریم. حیوانمون هم چه تو خونهمون باشه چه تو همسایه تحویلش نمیگیریم. ولی به این همین آقای جیلبر، صبح من میخوام از خونه برم بیرون، زودتر از من به یزدان سوگند میاد جلو در وای میسته، زودتر از من جلو در، تا من میرم بیرون تا دم در میاد، من دارم میرم ای وای میسته. شب خونه بزرگه، با مهری از البته به بزرگی خونه آمریکا و ایران نیست، خب برای خونه است دیگه، جا داریم. یه ذره جا پیدا میکنه، نصف بدنش هم آویزونه، میاد بغل سیاهاش اوستا میخوابه. حیوانه، نصف بدنش بیرون داره میفته، میاد اونجا میخوابه. همون رو تخت، همین رو کاناپه من موقت خوابیدم، میتونه بره اوورترش بخوابه، پشت سر من جاست بخوابه. میاد جلو، نفس بابا رو بشنوه، به مشامش برسه. و اون حیوان داناست، داناست. یه صدا میشه، بودو میاد پایین. شبا در مثلا بسته نشده باز پشت سر بودو میاد، میگه بیا. حیوان شعور و دانش داره، از بچگی هم این رو من میدونستم، نه که الان که دیگه. من بچه بودیم و آقای اسدالله کردستانی در صالح آباد خراسان طرفای تربت، ایشون داماد ما بود، یعنی شوهر خاله من بود، سوارکار، خشاب، تفنگ، تابستون می رفته اونجا خیلی حال می کرد. یه سگ هم داشت، سگ داشت، سگش مال شکار بود. وقتی می رفت شکار، شکاری که می زد، این سگ می رفت می گرفت و براش می آورد که این بدو بدو نره اون همه را. اسدالله کردستانی نمیدونم کجاست، خدا به سلامت داردش. حتی در قرآن که این پلیدا میگن سگ نجس هست، سگ فلان هست، سگ فلان، در قرآن میگه اگر شما شکاری رو زدید و این سگ شما رفت و شکار که خون آلوده، این لبش هم سگ شما دویده کف کرده، اون شکار برای شما آورد بخورید. بعد از اون این پلیدان تازی، سپاهیان تازی حاکم بر سرزمین ما کنون و تاختن به کشورهای دیگه، باید بگویدن آقا سگ پارس میکنه، یعنی پارسی، پارسی. ما با اینا سخن میگیم، من به گربت باید صحبت میکنم، دختره من با دلمسیانش با گربای دیگه صحبت میکنی، حرف میزنیم میفهمه، میگیم بیا برو بخواب بخور، میفهمه. ما وقتی با سگ‌های خودمون صحبت می‌کردیم، این تازیه که اینا حالشون نبود که، اینا با خودشون گفتن که این پارس میکنه، پارسی حرف میزنه، پارس که میگن میکنه سگ، بدبخت، بدبخت میگن پارس، پارس میکنه سگه، یعنی پارسی داره حرف میزنه. خواستم ما حساب خود عمه‌شون توهین کنم. حالا چرا این عربا با سگای ما دشمن میشن، میگن بکشین، الان هم میکشن تو تهران و ایران، چرا؟ چرا؟ گفتم بارها، یادتون نیست؟ عرض کردم من شرمنده یه درمانده هستم. به شما گفتم که
چرا میکشتن سگای ما رو؟ چرا میکشتن؟ چرا میگن نجسه؟ باید سرشو بردین. مثل آدم که تا میگه به قرآن و محمد میگه بالا چیش داره، آقا سرشو ببر دیگه، پایین تر نداریم تا اصلا سرشو بر. مافیا میجوری نمیکشه، مافیا لاغل یک دادگاه تشکیل میده، ما که میگه سرشو بر. این به خاطر بود که سگ، همه خانه های ایرانی یه سگ داشتن که پاسدار بود، پاسدار، پاسدار خانه بود. شب که میخوابیدن راحت، چون سگ در سرما و گرما میتونه دودوان بیاره، اینا تو حیات و تو باغ و اینا میچرخید، تا بوی بیشه باشه میشه داد میزد، بابا میومد با شمشیرش با توفنگش دوزار لطپار میگرد میرفتن، یا خود سگای کار میگردن. سگ بخشی از خانواده، بخشی از خانواده ایرانی آریایش و گربه، برای همین که شاه اینجا به گربه میگن، شاه گربه ایرانی، شاه پرسان گرانترین گربه در جهانه. حالا این سگ ها چون پارس میکردن دزدا، شبا عربا تازیه که به ما حمله کرده بودن، خب بعض وقتا هنوز تموم نشده بود، حمله شده بود نشده بود، شبا گشنه بودن، ما همه بعض من خوب بود دیگه، خانه همان گوسفند و گاو و مرغ و خروس و از این حرفا بود، اینا شبا حمله میکردن به خانه های ایرانی و مرغ و خروس و گوسفند اینا رو مدزدیدن، این تازیان پا برهنه عرب که حمله کرده بودن اون موقع به ما میدزدیدن. بعد در برابر دزدی اینا سگا پارس میکردن، یا سگا میترسیدن نمیتونستم این دزدی بکنن، بعد کشته میشدن، تلفات میدادن اینا. اینجا بود که اینها خود شیخ و ملا و آخوندهای تازی دیگه با قرآن رفتی نداره، خود قرآن میگه سگ تمیزه، حتی دندون میزنی شکارت رو برد میره بخورش، خود قرآن اینو میگه دیگه، چون هنوز زمان محمد که حمله به ایران نکرده بودن که این مشکل نداشتن، اینجا مشکل تازه با سگ پیدا میکنن، بعد میگه سگا رو بکشید نجس فلان از این مزخرفات اکشا میشه. برای همین این تاکتیک نوین نبرد با شیخ و ملا اینه که حیوان بیارید تو خونتون پرورش بدید، سگ و گربه خصوصا، و خصوصا به سگه یاد بدید، بگید وقتی گفتم بی پدر سوخته حمله کن، تو کوچه خیابون حمله کن. برای همینی که نبرد ادامه داره. بعد از اون طرف هم رقص و شادی و دستفشانی و پایکوبی، همه جا، همه جا باید دستفشانی و پایکوبی کنید، برقصید شادی کنید، تو مسجدها، تو فلان، تو جای دیگه. اصلا من آخوندها رو که مساجد هستن، شما که امام سیاه نیستین که سید باشین، عرب باشین، مهاجم باشین، شما که سفید پوشین، شما بیاین با پاپای مردم بگین آقا عروسیتون بیاین اینجا بگیرید، بگین عروسی هر کی خود میگه بیاین تو مسجد بگیرید، بعد موزیک بیارن اونجا بزنین، تا اینکه کم کم دیگه ملت ایران به خواست خودش برسه، این کار بکنید. آی شیخ آخوندک، هی زر میزنی راستی، بگو هر کی عروسی داره بیاد تو مسجد، موزیکتون هم میتونین بیارین تو مسجد بزنین. این نقار خانه رو که تو حرم امام رضاتون دارن میزنن، نقار خونه موزیک دیگه، با همون ساز و دور بیان تو مسجد بزنن. این کارا رو باید بکنین که این پدر سوخته ها رو اینجوری ما نابود کنیم. و Or Satima!
میگفتن میگن که آخونده و ملا و شیخ و اینا رو که بریم میترسه اینا کم کم میترسن پدر سوخته عادت کنن خودشون هم بیان تشویق کنن که میگن آقا برقص حروم زاده هایین اینا. حالا ما یک نمونه رو بهتا میگم. یک آیت اللهی بود احمد مصباح روان شاد، انسان خوب بود، ایشون در ایران مشکل پیدا میکنه با روحانیت و مخالف شد و بازداشتش کردن، بعد اومد بیرون رفت عراق پناهنده شد با شیخ علی تهرانی، با استاد شیخ علی تهرانی دو تا تو عراق پناهنده شدن. بعد اون موقع با برام ما که میگیم 50 سال داریم کار میکنیم، 50 سال داریم رایگان برای شما کار میکنیم، هر چی هم داشتیم نامبر شما گذاشتیم. خلاصه این با ما در تماس بود از عراق که بود بغداد، و من اون موقع کتاب دینداری و خردگرایی در اومده بود، گفت همه حرفای تو رو من قبول دارم ولی یادت نره من میام بریم ایران اینا، من میشم رهبر ولی ابا عممه رو ور میدارم از سرم و خلاصه رهبر بیریش عمامه. از اون طرف هم این وقتی که یه مدتی گذشت و اینا صدام حسین بهشون پاسپورت داد که میتونست بیاد خارج، به من سنگ زد که میخوام بیام پاریس. گفتم ببین پاریس جای آخون نیست، اگه خواستی بیای باید اول با عممه تو ور داری. گفت باشه. گفتم هی چیزای سخت بزنم جلو پاش که نیاد اینجا مزاحم باشه. اول گفتم حالا نگاه کن تو داری میای که؟ گفت آره. گفتم مهمون صدام حسین هم هستی، پاسپورت داده؟ گفت آره. گفتم بلیط میرم اون خیلی. گفت آره. گفتم یه سری برو هندوستان این تحقیق کن، این میگن یه روح هندی خمینی، تحقیقات بکن و خلاصه و اونا هم اسناد چی بیاره برای من که آرم جمهوری اسلامی هم که آرم سیکای هنده و فلان اینا. این کارم کرد بنده خدا. فیلمش هم شما میلیون ها نفر دیدید، همون فیلم آیت الله احمد مصباح که ببینید تو خونه من تلویزیون ما مهر و موقع رادیو داشتیم و اینا فیلم گرفتیم و پخش کردیم، دیدید خودتون که میگه که این خمینی رفتم اینا دیدم. حالا همین آیت الله مصباح روانش شد، آدم خوب بود، خیلی میخندیدیم باهاش. پاشد اومد پاریس، یهو یه روز به ما زنگ زد بلدی گفتم محمدم. گفتم کجایی؟ گفتم فرودگاه نشستم پاشی می دنبال من. گفتم کدوم فرودگاه؟ اورلی. ما ماشین سوار شدیم رفتیم اورلی. گفتم خدایا بهش قبلا که گفتیم لباس من واسه نپوش بال. یا وارد اورلی شدم، هنوز با ماشین دارم میرن، وارد چیزا نشده بودم ساختمون، دیدم یک آیت الله عظما بیرون رو صندلی توسکا اتوبوس و تاکسی نشسته. گفتم وای خودشه که ترمز گرفتم سوارش کردم، گفتم که لباس کوفتی رو دار بیاد دیگه، ولی نگو بده این لباس رو نپوش. گفت من با لباس آیت الله که آمدم خیلی بیشتر منو تعبیر گرفتن. گفتم اینجا دیگه تعبیر ندارم، میخوام برم خونه، ما آبرو حیثیت من میره، در این لباس کوفتی هست تره من ده خدا درم. حالا این در بود اومد خونه خود من بود، من راست چی بخون؟ خب رفیق ما بود آخوند، خیلی رفیق بود، ولی دوست نداشتم شیخ آخوند و ملا تو خونم باشه اصلا. بعد اومده و تنهاندگی شد بهش بگه هر جا بره، هی بهش میگفتم خب بریم کاری بعد بکنیم، کاری بکنم هتل بعد. گفت بابا من تو خانه تو راحتم، تو روزا برو سر کار بیا، منم غذا شب میپزم اینا با هم بخون. خب من مهمان نواز دادم که دلش نمیاد مهمونه بیرون کنه، که گیر کرده بودیم واقعا یه مدتی همینطور. بعد اون موقع و یهو به این فکر افتادم، این فکر رو این مصطفی آزمایش به من داد، همین سید البته الان استاد محسن تلویزیون دور تیوی این به من این فکر داد. گفت فلانی، گفتم ها، گفت بیا تو چند تا دختر مهمونی که میدی اونا، گفت یک مهمونی بده دو سه تا شبا هفتا تا دختر رو به سرلخت و اینا بیان بزنن برقصن و اینا، این یارو آخونده دیگه از این کار خوشش نمیاد، میگه حرامه، پا میشه میره خونت. گفتم عجب فکر خوبی گفتی، قبول کرد. ما دو سه تا از بیش که هفتش تا دختر و اینا دو سه تا پسر اینا شبا دعوت میکردیم میمایدن خونه ما، همینجور میزدیم و میرخسی سیدیم و اینا بدون چادر روسری لخت و پتی اینا. ما شب اول که یک نگاهی کرد و اینا گفت استغفر الله ربی و اتوب و الیه، ولی نگاه میکرد گفتم به به کار کرد، یعنی اون آخونده میزنیم. شب دوم و اینا که شد یهو دیدم که یکی از این دخترها بند کرد،
بند که کرد هیچ، اینا ساعت 12 خواستم من مترو سوار شدم، گفت نه باشید همینجا مدادی میخوابیم. گفتم بابا خونه من تو بدون مهمون چی دعوت میکنی اینا، بتو برن خونه هاشون. بعد وقت دادم گفت این خیلی کارت خوبه، کار بسیار. آقا اومدیم یارو رو بیرون کنیم با ایگارا، یارو موندگار شد. حالا شما مواظب باشید اگه کتک زدن پشت سرش نباشه، از اگه پرورش سگ نباشه، اگه از این رقص آواز ما این پدر سوخته چون خوش میاد نه میشن اهل رقص آوازن، یه عدهشون هستن که بیمار روانین چون جنس ندیدن و هم چیز جنسی نداشتن، اصلا زن رو اینا وقتی میبینن زن، حالا بزرگ و کوچیکشون، فقط برای کار جنسی میبینن. به هیچ عنوان زن حتی مادرش که باشه، مادر خودش رو شیخ و ملا و آخود بالاتر از یکی بابا باش خوابیده ای رو در پس انداخته نمیبینه. اینا ذهنیتشون اینه، عقلشون اینه، دانششون اینه. ولی خب بعد برای همینه که بعضی وقتا چیز میشه پدر سوخته اینا سوء استفاده میکنن. برای این که این موارد پیش نیاد، شما در کنارش هر چی که اینا باهاش مخالفن شما بزنید، نترسیدم از این زندان. بعدم الان شنیدید که اینها چون به غرب، جهان، دنیا احتیاج دارن، شما اگه گرفتنتون دستگیرتون کردن به یه کار خرد و مردوی کوچولو فلان، فوری نمیگم به من که تلفن بزن آقا ما فلان ما آقا ما نه آقا عفو بین الملل همه جا دنیا هست، سازمان حقوق بشر همه جا هست، گروه همه جا هست، الان فیلم میگیری میفرستی روی اینستاگرام اتینا میذاری دنیا میبینه. همه تون باید خودجوش بشین، همه تون سرتون نخش نبخواین بند باشه به سیاوش اوستا، به رضا پهلوی، به اونی کار بکن کن. نه خود شما راحت میتونی کار بکنی، راحت میتونی فیلم بگیری برابر بفرستی، کوتاه حجمش هم کم کن یه دقیقه بفرستی برابر صحبت کنید. نترسید، نترسید، اینا رو رسوا کنید. اینها الان نمیتونن در خارج از کادر جهانی کاری بکنن، اگه بکنن تقصیر شما هست که جهان رو خبر نکردید و جهان رو خبر کنید از این حرامزادگی هایی که اینها کرده و میکنن. حالا در کنار همین مواردی که عرض کردم که تاکتیک های نوین نبرد و مبارزه است، نکته بسیار مهم اینه که به یاد محمد مهدی کرمی، محمد حسینی عزیزم، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، این بچه ها که همه شون ورزشکار بودن، اینا همه ورزشکار، کنگفو، کاراته، رزمی، زیبای اندام، همه قهرمان بودن، اینا همه قهرمان بودن، اینا برای دفاع اومدن. شما باید از اینا تبعیت کنید و برید ورزش های رزمی رو بگید، مثل بچه ها میبینید، مثل اینا. خب میگفتن اینا برن کی جاشون میاد؟ نور میاد، نور شما ببین اینه، پرنسس میاد جاش. خوشحالم یاد 12 سال پیش من ایشون رو شهریار ایران خوندم، وقتی که پرنسس نور رو 12 سال پیش معرفی کردیم به عنوان شهریار ایران، از همون روز اول مورد استقبال همه قرار گرفت و چنانچه بچه ها در داخل ایران و خارج همه، و حتی ببینید شما هم اینجا از کنار مسائل عبور میکنید و اصلا بعضی از ما نمیفهمیم کنار دست ما چه میگذاره، اما همچنان که انتلیجنت آرتیفیشیل، هوش مصنوعی الان دنیا رو گرفته دیگه، که در موردش حالا بخوام صحبت بکنیم وقت زیاد میبره، یه گزارش کوتاه داریم خواهید دید، دنیا این موارد ما رو دونه دونه بررسی و تحلیل میکنه و تاکید میکنه که هر کدوم از این موارد نقش مهمی داشته و داره در سرنوشت ایران. وقتی سال 1996 من اعلام کردم که شهبانوی عزیزم بیاد اعلام بکنی که با این خانم چیز که بخوان برن ایران برای آزادی ایران در انتخاب شرکت بکنن، اینقدر باها دادیم به زن ایرانی بردیم بالا 20 خورده سال پیش و اونها نذاشتن و نرفتن و نشد و چه، این گام بود برای این که زن بیاد توی میدون. وقتی که با ترانه ها، سروده های بزرگان ایرانی اندیشمندان مطرح کردیم که فرمانده رهایی ایران فردا زن هست، پایین این سالنامه های آریایی که ما در سال 1761 هستیم، از 40 سال پیش برید بخونید، از 40 سال پیش 30-40 تا کلام، کلمه کوتاه که هست، 10-12 تاش در بزرگداشت زن و اینکه زن رهبری کنه، زن رهبر باشه، زن پیشوا بوده و هست، به فرمان زن باشید، گوش بکنید، با زن مشورت بکنید بوده، اینا تأثیر داشته. همچنان که به شما بگم مهربان یاران، او سال 84 نوشتیم زن همردیف مرد، زن همردیف برای رهایی به پا خیز، همون موقع هم قوانین
حاکم در ایران جمهوری اسلامی زن نصف و عقلش نصف و علی گفته ناقص الخلقه و فلان و فلان و فلان اینا بود. اینها تأثیر داشته، تأثیر جهانی هم میگذاره روی این گونه موارد. قدرت، شجاعت و عظمت داده و میده به زن ایرانی. مهربان یاران، در 12 سال پیش که ما پرنسس نور رو به عنوان شهریار آینده ایران معرفی کردیم، اینقدر حسادت ها، رقابت ها، درگیری ها، زن ستیزی ها، زن ستیزی هنوز تو ذات خیلی ها هست، تسلیم شدن دیگه. اگر اون موقع، ولی از همون موقع مورد استقبال مردم قرار گرفت، تو دعای مردم، و امروز شما میگن شپشا برن کی جاشون میاد؟ بگه عالم پرنسس داره خانواده پهلوی. حالا چرا از خانواده پهلوی؟ چرا؟ چرا؟ یک کسی وقتی یک کار خوب انجام میده ازش قدردانی و سپاسگزاری میکنه. من از خردسالی این گونه بودم، این گونه آموختم. به خاطر همین که برای بسیاری از رفقام تا بودن، تا زنده بودن قدردانی کردم، سپاسگزاری کردم، بزرگداشت گرفتم. من وقتی که بمیرن دیگه نیستن. حالا رضا شاه نیست، رفته، محمد رضا شاه فرزندش نیست، رفته، خدمات بزرگی در طول تاریخ 7700 ساله به ایران کردن این دوتا، خدمات انجام دادن. خب وقتی که در خانوادهش افراد لایق و شایسته ای هستن، چرا به عنوان پاسداشت خدمات رضا شاه و محمد رضا شاه ما نوش نور رو شهریار ایران اعلام نکنیم؟ چرا؟ به ویژه این که همه بچه ها، همه فرهناز خانم، ایمان خانم، فرح کوچولو که الان بزرگ شده خانم، اینا همشون خانمن، با شخصیتن، دارن علم و دانشن. از همه مهمتر دختر رفیق من دکتر علیرضا پهلوی، شهید راه آزادی، را جای لیلان بسیار خالی است. لیلا رهبر همه اینا بود. اگه می بود جلو مادر بزرگش که فوت کرده فریده خانم، گفتم که این لیلا که بیاد تو میدون، چون قدیم ما دنبال یه قضیه بودیم زن رو رهبر کنیم، گفتم این لیلا که بیاد تو خیابون تو میدون همه رو درو میکنه. داشت درو میکرد شبی که خاتمیشون رو چه کردن، زدن لیلا رو هم کشتن، دور دو انتخاب کرد. حالا ایریانا لیلا پهلوی است، دختر علیرضا پهلوی، هنرمند، زباندان، چه الان همین نور چند تا زبان داره صحبت میکنه، حرف میزنه، بلده، راه رفتن بلده، حرف زدن بلده، برخورد با جهان رو بلده، داره زیر نظر شهبانو آموزش میبینه. شهبانو تمام اطلاعات خودشو، تمام دانش شهربانوی خودشو، شهبانوی خودشو داره میده به فرزندانش، نواهاش، و ببینه به نور و به ایریان هم همینطور، به بقیه هم همینطور. افتخار ایران بوده که زن سالاری و زن شهریاری از ما بوده است، از هنگامه ایلامیان 7700 سال پیش که همه از ما گرفتن، همه از ما گرفتن. خب ما هم خرسندیم که چنین شهریارانی داشته باشیم و داریم، و به زودی هم راه ایران باز میشه. خب به چه مشهد شنیدم واسه تو شاندیز کلاک زدن، این شاندیز یا یارو حزب الله یا مدوپدا میاد زیر زیادی میزنه، بچا میزننش و بعد ماس پرت میکنه و خلاصه. و بعد هر روز اومده بودن ماس فروشا رو، لبنیاتیا رو هسته بودن، با همت و شورش و تو میدون بودن مردم، لبنیات فروشه توی شاندیز وا شد و مردم رختن اونجا گل و مل براش بردن. و این به چای مشک زندگی آزادی، نه به جمهوری اسلامی. می‌بینین چای میشد؟ آخه رگه ایرانی آریایی از همون شما تاجیکستان بگی تا اسرائیل، بگی تا ترکیه، بگی تا لبنان دروزی‌ها اینا همه، تا مصر، تا تونس الخضرا،
الجزایر، شما اینو بعد وقتی که عرب نبودن که اینا زدن عربشون کردن. دیگه همینه که حتما بچه‌هامونو باید بذاریم ورزش‌های رزمی رو یاد بگیرن. اونی که خواستم بهتون بگم این بود که یکی دیگه از مواردی که توی زندگی انسان ایرانی خیلی مهمه همین ورزش‌های رزمی است. اینا همه قهرمانان ورزش‌های رزمی بودن. Dernière poule, j'espère que vous avez réservé. Ah non, vous avez réservé les applaudissements pour le premier qui s'appelle Jordan Abassi Gerflet. Bravo Jordan, bravo Jordan, bravo, merci Alan, merci Alan, merci. Bravo Jordan. Premier Jordan. Bravo Jordan. Monsieur le Président. Non, parce qu'après vous avez une pause d'une heure, une heure et demie avant les prochains, vous pouvez y aller. Jordan. Bravo. در کنارش دخترم هم اینطور، دخترم دارن مرتب میرن ورزش ها و کارهای رزمی میکنن انجام میدن که 100 تا مرد به پاشون نمیرسه. ببینید این دختر آریایی ایرانی مثل آرتمیس، مثل زنان کهن آریایی، مثل آناهیتا، مثل وشتی. بله نگاش کن. از مهرورزی همه شما سپاسگزاری کنم، بهتون میگم که نوروز خوش است و جشن نوروز خوش، اما در خاک وطن. بعدم این رادیوی آوا ایران ما هفته دو ساعت از دو تا چهار بعد از ظهر یه شنبه به وقت پاریس، به وقت تهران ایران میشه 16:30 به بعد، و به وقت 6 ساعت شکم بکنیم میشه 8 صبح، تورنتو و نیویورک میشه 8 صبح، لس آنجلس میشه 6 صبح. 2 ساعت موزیکال براتون برنامه داریم. غیر از این 2 ساعت برنامه این رادیو پاریس، رادیو پاریس، رادیو پاریس فرانسه است، این برنامه فرانسوی داره برای فرانسه، ولی تنها رادیویه که در مورد اکسترا ترست یعنی مشقب پرنده، انسان های فضایی، برنامه های علمی خیلی خوب داره در رابطه با اسپیریتوالیته و خیلی مواردی که بهش احتیاج داریم. الان همه میرن پیش روان پزشک و فلان، این سیستم دیگه داره که اسپیریتوالیته کار کردن. 40 سال خود ما تو اینجا کار کردیم، تو زمینا امکانات داره، گوش میتونی بکنی، ولی زبان فرانسه. و میدونم شما خیلی که من دارین میشنوین زبان فرانسه بلد نیست، سر تا سر دنیا هم هستین، میزنین رادیو پاریس دات نت 24 ساعت، هر کجا که باشین، تو ماشینم تا سوار میشی همین تلفن میزنی رادیو پاریس دات نت شروع میکنه به گوش کردن، بعد شما هم خودت هم میتونی بیت زنگ بزنی، اصلا حرف بزنی، هر چی دلت بخواد میتونی بگی. در کادر قانون انسانیت توهین فحش به کسی ندی، شما خودتون میتونید حرف بزنید، صحبت بکنید، اظهار نظر بکنید. 44 سالی که این رادیو همین سیستم میشه، همین جوره. تمام این تلویزیون های دیگه که ایرانی بعدن در اومد و شما دیدید که این امکان رو گذاشت، الو بفرمایید جناب، الو بفرمایید، اینا همه از این رادیوی فرانسوی یاد گرفتن که از 40 سال پیش ما روش برنامه فارسی گذاشتیم و داشتیم برنامه پارسی. و چون همه عزیزان من سروران گرامی، اساتید گرامی که صاحب رادیو تلویزیون هستن و گوینده هستن و راننده هستن و اینا همشون از دم از این پاریس یک عبوری کردن، یک استاپی تو پاریس داشتن و این رادیو ما رو باش آشنایی داشتن و دارن. و اصلا اون رادیو که زمان سال 80 پایه‌گذاری شد و فرانسوی هستش، ولی خب چند سال در هفته برنامه پاریسی. Un sujet, une idée, alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Vous avez la parole, appelez et parlez au 08 90 37 38 38. On vous écoute dans le monde entier.
écouter la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Vous avez quelque chose à nous dire? Alors appelez-nous au 08 90 37 38 38 sur radio ici et maintenant 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. داد نت البته اسم اصلیش ایسی متنو پوانکوم هست. ایسی متنو یعنی اینجا و حالا. ولی بیندارم برای همه حتی برای فرانسه خیلی راحت داره که بگن همون اسم فرانسه رادیو پاریس. رادیو پاریس داد نت میزنید. هر جای جهان هستید گوش کنید. ترانه‌های خوشگل و خوب فرانسوی دوست دارید. شخصیت های بسیار مهم علمی وکلا میان به پاسخ میدن به پرسش های شما. رئیس های سندیکا، وزرا، سناتورها، یعنی مهمون های خیلی خوبی هم در این رادیو که بحث میکنه، صحبت میکنه، پرسش های خوبی رو مطرح میکنه، پاسخ ها میگیره. او چه شخصیت بزرگ جهانی از روی آنتن رد شده. از روی آنتن ببینید مهندس شجره عزیزم هم از آش مصاحبه شده، پشت سرش هم چیه؟ پشت سر من اینه، ولی پشتر مهندس شجره این اهرام مصره. چیه؟ انولید بهش میگن. انولید این آرامگاه جایگاه کلیسای ناپلئونه که دورش خندق داره. حالا شما این پشتر من میبینین این اهرام مصر تو پاریس ساخته شده. خیلی خوبه اینه که ما میگم قصه رو گوش کنید. این تو پاریس ساخته شده جلو موزه لوور، اونا که اومدن دیدن. این رو میدونید فرانسوا میتران، زمان فرانسوا میتران اینا ساخته شد برای عشقش. مادام پنجو یک خانمی بود که عاشقش بود، عاشق یک خانمه بود، ازش دخترم داره به نام مازارین. مازارین فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه. مازارین این اوایل که زن میگیره او سال 50 هنوز من به دنیا نیامده بود. خانم دانیل میتران، من دانیل میتران که بچش کردم، شما یک دو سه نفر حسودیشون شده بود، گفتن آقا ما چی بگیم؟ گفتم بنده خدا از دنیا رفت نیست دیگه. این خانم دانیل میتران که زنش بود، این یک بار دو بار می سال 1950 و 54 اینا در انتخابات ریاست جمهوری اینا شرکت میکنه، شکست میخوره، بعد زنش طلاق میگیره. حالا نه طلاق نمیگیره، اونجا میره با یکی دیگه و فلان اینا. این میاد چند تا دوست دختر داشته و تا اینکه یکی پیدا میکنه و بعدن وقتی که خیلی جدی میاد تو میدون مبارزه انتخاباتی علیه شاردوگل، علیه کسای دیگه، میره رأی میاره، میره بالا، زنه برمیگرده باش، خانم دانیل میتران برمیگرده باش چون داره رئیس جمهور میشه. بعد این نامزدش کارمند این لوور بوده، همین نامزده ده، یعنی دوست دخترش خلاصه. آن چیز بوده. بعد هم پنجره که اونجا میبینه این یکی از پنجره های دفترش بوده که فضای خالی رو میدیده. این میاد به میتران میگه نگاه کنی فضای خالی رو میبینی؟ میگه ها بگو خب چیه؟ میگه این فضای خالی به اهرام مصر مدرن بذار. می ها فکر خوبیه، تو پنجرت دیگه وا میکنه اهرام مصر میبینی؟ آره جان، ما همین کار بکنه هم بهتر کار میکنه، همین رو میسازه. ژاک لانگ وزیر آموزش پرورش بود موقع، ما تازه وارد پاریس شده بودیم، ساخت شد اینا، شروع شد و تموم شد. و اون خانم هم الان زنده است، مزارین دختر میتران هم زنده است، ولی دانیل میتران از دنیا رفت. و خلاصه عشقی که میتران داشت تا آخرین لحظه زندگیش به این زن و به اون دخترش که عروسی هم نکرده بودن با هم، که تا این حد میره اهرام مصر رو در پاریس براش میسازه، قصه‌ای بود که تا حالا نشنیده بود، یعنی واقعیتی بود. بعد ما یک ساعت برنامه داریم که به زبان فرانسوی است، یک رپورتاج بسیار مهمی است به زبان فرانسوی است که در همین رادیو پاریس داد نت این رو بعد از چندی بازپخشش میکنیم، چون مردم خیلی خوششون میاد. مثل بلاک روک، حجرالاسود جهان را میگرداند، بلاک روک جهان رو میگردند، یا مثل فن دو ماند. اینا رپورتاج های یه ساعته است به زبان فرانسوی که روی همین رادیو اگه فرانسوی بلد بشید میتونید گوش کنید. و فن دو ماند جایی که بهتون گفتم که آثار کهن و باستانی حکومت ایلامیان از عربستان سعودی کنونی از زیر خاک هست که کم کم در میاد تا برو اسرائیل و ترکیه و ایران و آذربایجان و ترپات، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، تا برو اونجا تمدن کهن. 1050 سیاره ما و شرایط زندگیمون کاملا دگرگون میشه. هوش مصنوعی به اوج استفاده خودش میرسه، بیماری ها رو تشخیص میده و درمان میکنه.
به لطف هوش مصنوعی دیگه توی فروشگاه ها نیازی به حضور صندوقدار و یا ایستادن توی صفای طولانی نیست. ربات های مجهز به هوش مصنوعی بسیار شبیه انسان ها خواهند بود. تا سال 2050 ربات های سگی و دیگر حیوانات به عنوان حیوان خانگی با انسان ها همراه میشن. ربات ها به عنوان نیروی کار همه جا دیده میشن. معلم، آشپز، داروخانه دار، مامور اجرای قوانین، ورزشکار و دیگر شغل. صدها سنسور روی لباس، خونه و محیط زندگی نصب میشه تا اطلاعات مربوط به سلامتی رو نمایش بده و سطح زندگی رو ارتقا بده. هوش مصنوعی با انسان ترکیب میشه، مثل چیپ های مغزی پروژه نورالین که ایلان ماسک اختلالات عصبی مثل آلزایمر، پارکینسون، آسیب های نخاعی و نابینایی رو درمان میده. ممکن است بتونیم وسایل رو با ذهنمون کنترل کنیم و از طریق سیگنال های مغزی با هم ارتباط برقرار کنیم. تا 2050 اندام های مصنوعی روباتیک قوی‌تر و حتی پیشرفته تر از اندام های اصلی خودمون میشن. چشم ها و گوش های مصنوعی وارد بازار میشن. تا 30 سال دیگه به وسیله واقعیت مجازی میتونیم لباس ها رو پروف کنیم و ببینیم آیا بهمون میاد یا نه. و حتی تماس تصویری سه‌بعدی داشته باشیم. میتونیم دور دنیا سفر کنیم یا از سیارات دیگه بازدید کنیم. همش هم فقط از سوی خونه. تا سال 2050 اکثر خودروها الکترونیکی خواهند بود. پمپ بنزین ها ناپدید و با ایستگاه های شارژ خونگی جانشین میشن. ماشین های بی سرنشین وارد بازار میشن. البته الان هم تسلا و گوگل دارن روی این پروژه کار میکنن، اما تا 2050 دیگه حتی نیازی نیست که ماشین ها فرمون داشته باشن. هزاران تریلی مستقل کشورها رو سفر میکنن و بدون دخالت انسانی محموله جابجا میشه. پهپادها هم دقیقاً همین کارو برای مسیرهای کوتاه‌تر و بسته‌های کوچیک‌تر می‌کنن. البته حتما یادتونه که ما تو ایران اینو زودتر نمایی کردیم. هواپیماهای الکتریکی با تیک‌آف و لندینگ عمودی در اختیار حمل و نقل شهری قرار می‌گیرن. یکی از شرکت‌هایی که روی این پروژه کار می‌کنه اوبره که می‌خواد مسافرکشی هوایی رو به واقعیت تبدیل کنه. تا 2050 احتمالاً همه شهرها تاکسی هوایی خواهند داشت. براتون آشنا نیست؟ اما شاید هم حمل و نقل سری به جای آسمون به زیر زمین بیاد. شرکت بورینگ ایلان ماسک شروع به حفر تونل‌های زیرزمینی کرده که حمل و نقل فوق سری رو به وسیله خودروهای تسلا ممکن می‌کنه. اگه ماسک بتونه هزینه‌های این پروژه رو کمتر کنه تا 2050 شهرها هزاران تونل خواهند داشت. علاوه بر این پروژه هایپرلوپ ایلان ماسک که برای حمل و نقل بسیار سریع و ارزان بین شهری طراحی شده، اونم حتما تا سال 2050 بهره برداری میشه و میتونه جای هواپیما رو برای سفرهای بین شهری بگیره. هواپیماها هنوز برای سفرهای بین قاره‌ای وجود خواهند داشت، ولی با مدل‌های جدیدتر، هواپیماهای الکتریکی و هواپیماهای فراصوتی. اگه هواپیما براتون تکراری شده، میتونین تنوع بدین و از فضاپیما برای سفرهاتون استفاده کنین. آره، فضاپیما. شرکت فضایی اسپیس ایکس میخواد از فضاپیمای جدیدش به اسم استارشیپ برای حمل و نقل مسافر به سرتاسر کره زمین استفاده کنه. این فضاپیما میتونه ظرف حدود 20 دقیقه از نیویورک به لندن سفر کنه. ناسا و شرکت‌های خصوصی فضایی برنامه‌های بسیاری برای سفر انسان‌ها به ماه و مریخ دارند. اما بلندپروازترین این میدون یعنی اسپیس ایکس برنامه داره که تا سال 2024 انسان رو به مریخ بفرسته و به محض ورود شروع به ساختن یک کلونی دائمی مریخ بکنه. ایلان ماسک می‌خواد تا سال 2050 یک شهر مریخی با 1 میلیون جمعیت داشته باشه. بقیه شرکت‌های فضایی هم در تلاشن که تا 30 سال دیگه یک کلونی دائمی هم روی ماه داشته باشیم. در نتیجه هتل‌های فضایی روی ماه و مریخ و مدار گردش زمین خواهیم داشت که برای سفرهای ماجراجویانه فوق‌العاده خواهند بود. سلول‌های بنیادی، مادر تمام سلول‌ها، میتونن به سلول‌های مختلفی تبدیل بشن و علاجی برای بیماری‌ها باشن. در آینده به وسیله فناوری سلول‌های بنیادی بیماری‌های زیادی مثل سرطان، بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 1، آرتروز، آلزایمر، پارکینسون و دیگر بیماری‌ها درمان می‌شوند. و یکی دیگه از پیشرفت‌های بیوتکنولوژی ویرایش ژنیه که این امکان رو ایجاد می‌کنه که بشر مستقیماً DNA رو دستکاری کنه. قسمت معیوب رو برداره و با DNA سالم جایگزین کنه. ویرایش ژنی برای درمان بیماری‌های لاعلاج، افزایش طول عمر و اصلاح ژنی جنین مورد استفاده قرار می‌گیره. خب شما بگید، فکر می‌کنین تا سال 2050 دنیا دیگه شاهد مهمانگران به پایان برنامه می‌رسیم؟ چون همیشه سخن بسیار است، خطر هر روز بسیار است، اما اگر شما با مهر یزدان پاک، با برگرفتن نیرو از لایتناهی نیرو، از بی‌نهایت نیرو، ربطی به هیچ دینی نداره، دین‌ها همه بربادند، آن است که داناست خردمند، آن هستی آفرین است، مغز حاکم بر هستی است، اون شعور دانش نظم حاکم بر هستی است، اون قدرتی است که هستی رو نظم بخشیده، اون رو هر کسی نامی بر او بنهاد، نامی که
ما گذاشتیم اهورا مزدا، دانا و توانا، دانا و توانا. خداوند دانایی و توانایی با شما باد. به خوشنودی اهورا مزدا هر چه میخواید از جاتون بلند شید، راه بیفتید، برید در پیش، بگید اهورا مزدا توانم را بیفزای تا در این راه پیروز شوم. سپاس از برادرم مهندس امیر شجره. Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشتی نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام حافظ. ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمرین، فردا که از این دل کهن در گذری. با 7000 سالگان سر به سری، فردا که از این دیر کهن در گذری. روزی دو که مهلت است میخور می ناب، که این عمر دو روز بر نگردد. دریاب، دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. دوستان مهربان، با درود فراوان و مهر بسیار، سیاوش اوستا هستم از پاریس، عروس شهرهای جهان، پژوهشی نوین از سرگذشت حکیم عمر خیام نیشاپوری را
پیش کش شما مهربان یاران میکنم. در 28 اردیبهشت ماه 1048 میلادی برابر با 6069 آریایی در محله سپاهان شهر نیشابور، نیشابور در دامن بانو زهرا فرزندی چشم به جان بود. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.